و در این بخش برنامه میپردازیم به نظریات بیننده های ما در صفحه فیسبوک صدای امریکا که برنامه را به طور زنده تماشا کردند. همکارم ژیلا نوری را با خود در برنامه داریم که نظریات شما را مرور کرده. ژیلا جان، دوستان چی گفتند؟ روجان سلام خدمت شما و خدمت بیننده من که در فیسبوک و یوتیوب صدا امریکا برنامه را به طور زنده تماشا میکنین. در پاسخ پرسش برنامه امروز ما یکی از بیننده به نام سجل شاه کاظمی چنین نظر داده که به نظر من زمینه انتخابات قطعا آماده نیست، آنها فقط وقت کشی میکنن و اگر انتخابات نشه به نفع غنی و تیم از او خواهد بود. بیننده دیگه ما به نام فریدون احمدی چنین نظر داده که دلیل دامن زدن ناامنی ها به خاطر برهم زدن زمینه برگزاری انتخابات است. توزیع تذکره های الکترونیکی نیست دلیل دیگر است که رهبران افغان نمیخواهند انتخابات برگزار شود. در میان پست های صفحه فیسبوک ما ویدیو کوتاه از همکار مزلا پوپل از چند ماه پیش در هوای سرد زمستان در قندار در صفحات فیسبوک صدای امریکا پربیننده بود و ده ها بار شریک شده و این ویدیو به حدود بیشتر از 137,000 رسیده. اگر شما این ویدیو رو ندیدین حتما ببینین، همچون ویدیوهای کوتاه را هم با ما میتونین که شریک بسازین. اما در میان سایر مباحث رسانه‌های اجتماعی عکس‌ها و ویدیوهای رئیس جمهور ترامپ در اجلاس آسیای ایسیان با رهبرهای کشورهای جهان که قول میده واکنش گسترده کاربران صفحات اجتماعی را در بر داشت. در این عکس جمهور ترامپ نشان میده که با مشکل تلاش میکنه که دست دو همتای آسیایی خود را بگیره. این بود مرور کوتاه بر برخی از موضوعات جالب رسانه‌های اجتماعی که برای دنبال کردن برنامه و گزارش‌های جالب تلویزیون آشنا میتونید که به یوتیوب صدای آمریکا رجوع کنین، youtube.com/voaafghanistandari. با امید از اینکه باز هم بیننده برنامه ما در فیسبوک و یوتیوب صدای آمریکا باشید.